بسم الله الرحمن الرحیم. کتابی است مال جناب آقای سریع القلم، ایران و جهانی شدن، چالش ها و راه حل ها. تقریبا یک هفته قفل شدم روش که چه ادعاهایی توش اومده. حالا مهم نیست یه استاد دانشگاهی، مهم اینه که ایشون الان مشاور رئیس جمهور ماست، مهم اینه که خود رئیس جمهور پیشگفتار زده نسبت به این. میخونم براتون. یکی از موانع پیشرفت وجود پژوهشکدهای مثل مؤسسه امامه. چرا اینا؟ چرا میگه هرگاه اومدید مبانی فلسفی غرب رو زیر سوال قرار دادید از پیشرفت باز میمونید؟ عجب، خیلی این تکه جالبه. میگه یکی از مشکلات عقب افتادی، مشکلات پیشرفت کشور ما و عوامل عقب افتادگی کشور ما، مدیران اصلی انقلابن. رجال جمهوری اسلامی از بومی ترین و محلی ترین اقشار اجتماعی ایران بودن. بومیان اینا، اشراف، سرمایه‌داران، صاحبان صنایع، بانکداران، مالکین بزرگ و زمینداران جز رجال سیاسی اوایل انقلاب اسلامی نبودن. به تعبیر متخصصین اقتصاد سیاسی، رجال ایران بین الملل گرا نبودند و به جز آیت الله بهشتی تا اندازه آیت الله رفسنجانی، حجت الاسلام و المسلمین خاتمی، عموم رجال سیاسی پس از انقلاب ایران اطلاعات و بینش گسترده از جهان و مسائل آن نداشتند. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشد امام، مقام معظم رهبری، نه جز اشرافن، نه صاحبان سرمایه، نه اطلاعات، نه تو خارج زندگی کردن. عوامل عقب افتادگی ایران را بشناسیم. میگه اینا بین الملل گرا نیستن. راه پیشرفت نخبگان سیاسی بین الملل گراست. به خدا قسم بعد از 36 سال طرف بگه راه پیشرفت این است که اسلام رو بذاریم کنار. موانع پیشرفت چیه؟ یک، مکتب اسلام و به ویژه اندیشه های شیعی. دو، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. سه، اصول انقلاب اسلامی. چهار، معاید اهداف و آرمان های جمهوری اسلامی. پنج، عدالت طلبی جمهوری اسلامی ایران در بیرون مرزها. شش، استقلال طلبی اقتصادی و سیاسی. هفت، مقابله با سیاست های کشورهای استکباری به ویژه آمریکا. هشت، انتقاد و مورد سوال قرار دادن مبانی فلسفی غرب. 9، تفکیک میان اقتصاد غرب با فرهنگ و سیاست غرب به ویژه آمریکا. 10، مدیریت افرادی از اقشار پایین جامعه مانند امام و مقام معظم رهبری. اینا موانع پیشرفتن. حالا سوال، برای پیشرفت کردن باید چیکار بکنیم؟ موانع را از بین، همه اهداف امام، روز قدس، اسرائیل، تشیع، اسلام، انقلاب، قانون اساسی، امام، رهبری، همه شدن موانع پیشرفت. این آقا مشاور رئیس جمهور ماست. من نمیدونم براندازی یعنی چی. پیشگفتارش یه تکه براتون بخونم. جملات آقای روحانی است. تحقیق حاضر که توسط دانشمند گرانمایه دکتر محمود سریع القلم، استاد دانشگاه، محقق توانمند، همکار در مرکز تحقیقات به انجام رسیده است، اومده که این نظریات رو بده. حسن روحانی، قائم مقام مرکز تحقیقات استراتژیک، تیر ماه 84. ما سوالمون از آقای روحانی اینه، جناب آقای رئیس جمهور، میدانستی این کتاب چی توشه پیشگفتار نوشتی یا نمیدونستی؟ اگر نمیدونستی که واویلاست، اگر میدونستی که واویلاتر است، با آدم مثل سریع القلم باید باشه. بعد از دیپلم رفته تو آمریکا کارشناسیشو، ارشدشو، دکتریشو، آدم تازه میفهمه اونا هر کس رو راه نخواهند داد. باید تربیت کنن افراد بیان اینجا این حرفا رو بزنن. من فکر میکنم باید خیلی اطلاع رسانی کنیم. اصل اصل انقلابه، اصل امامه، اصل اصلا دعوای تقلب و فتنه ریشاش ایناست.